سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نیلوفرم و اینجا چنل منه، طبیعتا اینجا چنل منه. حس میکنم که هر بار بگم که لایک و سابسکرایب یادتون نره واقعا چیز بیفایده ایه و مهم نیست. اوکی، پس نمیگم. بچه ها، امروز روز پنجشنبه است و من خدا رو شکر بیمارستان نداشتم. دو روز دیگه از این بیمارستان مسخره مونده و امیدوارم که زودترین دو روز بگذره، چون واقعا از لحاظ روانی دارم دیوونه میشم. اینقدر که بچه های مریض دیدم، حالا ماه پیشم باز بچه های مریض میدیدیم، ولی اینجا چون یکی از استادایمون که هستشون مریض بستری میکنه، فوق تخصص آنکولوژی کودکانه، اکثر مریضایی که توی بخشن سرطان دارن و من واقعا هر سری که پاهم میذارم تو بخش قشنگ خول میشم، دچار فروپاشی روانی میشم. خلاصه دو روز دیگه بیشتر نمونده که تموم بشه. بعد امروز من کلاس پیانو دارم، امشب هم مهمون دعوت کردم، دختر خاله‌مو دعوت کردم، میخوام براش نودل با مرغ تریاکی درست کنم. بعدم یه دورهی ثبت نام کردم، دوره مربیگری بدنسازی. از اون جایی که توی ویدیو قبلی دیدین که چه اتفاقی افتاد، من به خودم گفتم که نیلوفر، تو باید یه چیزی از این قضیه در بیاری و باید یه اتفاقی بیفته که تو پیشرفت بکنی، نه اینکه قرار باشه پسرفت بکنی و مثلا بری یه باشگاهی که سطحش پایین تر باشه و حالا مثلا تازه بخوای بیشترم پول بدی. بعد خیلی وقت بود که من تو فکر این بودم که برم و کلا اصلا خودم یاد بگیرم مربیگری بدنسازی، چون یک رشته‌ای که واسه تخصص خیلی بهش علاقه دارم، طب ورزشی و کلا طب فیزیکی و تب و مخشی این چیزاست، حس میکردم که اگر خودم خب بدنسازی رو یاد بگیرم قطعا تاثیر داره دیگه. یه پزشک که خودش حرکت‌ها رو بشناسه، بدونه، حداقل بلد باشه برنامه بدنسازی بنویسه، خب طبیعتا خیلی بهترم آسیبا رو میتونه متوجه بشه نسبت به کسی که کلا اصلا خبر نداره، فقط داره از دید پزشکی نگاه میکنه. خلاصه که رفتم دوره ثبت نام کردم و خیلی هم اتفاقا دوره باحالیه. بعد این کتاب اطلس نترام که واسه آناتومی بودش رو درآوردم و همه از دلار رو دارم با اون چک میکنم. خیلی باحاله، واقعا باحاله، اینکه مثلا دستتو توی چه زاویه‌ای بگیری، با چه فاصله‌ای بگیری، روی چه عضله‌ای تاثیر میذاره، واقعا چیز جالبی که من خودم هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم. دیگه خلاصه تازه هم رفتم حموم و امروز روز رسیدگی به پوسته، میخوام یکم ماسک بذارم. البته که اینا هیچ فایده ای ندارم و من تا حالا ازشون هیچ فایده ای ندیدم، ولی خب برای همون قضیه سلف کر و حس خوب و این حرفا. این ماسک گارنیرس، ماسک زغال فعالش، من قبلا اون آبیشو داشتم، اون خیلی خوب بود، ولی کلا حس میکنم از یه مدتی پوستشون عادت میکنه و دیگه فایده ای ندارن. اینم سرم نیاسینامید بالانسه که من از اینم واسه هیچ تاثیری ندیدم، با اینکه همه میگن نیاسینامید خیلی خوبه، منافذتون رو میبنه، البته خب من منظم استفاده نمیکنم. اینم سرم کافئین اوردینریه که میگفتم برای زیر چشم خیلی خوبه، من استفاده کردم که این کبودیام خوب بشه ولی نشد، البته باز اینم مستمر استفاده نمیکنم. اینم از این ماسکای زیر چشمه که اینم باز به درد نخورترین چیزی که خریدم، ولی خب باحاله، زیر چشمو خنک میکند. دیگه اینطوری آسکی بخش اطفال دارم و فوق العاده امتحان سختی و عملیه. البته از لحاظ عملی بودن من مشکلی ندارم و اتفاقا توی کاری عملی حس میکنم خودم که خیلی بهترم نسبت به درسی که تئوری هستن، ولی خب مباحث خیلی زیادیه که باید بخونم، ضمن اینکه بچه ها همه چیشون با بزرگا فرق داره. یعنی یه فاکین سرم که دیگه اینطوری که خب هر دکتر میدونه و اوکیه، ولی بازی مرا بچه‌ها فرق داره، همه چی فرق داره. برای همین بعضا هم بذارم بخونم. میخوام یه دونه برنامه‌ریزی درسی انجام بدم که بفهمم که چه کاری باید بکنم، چون
من هفته دیگه که تعطیلی 14-15 خرداده میخوام برم اهواز و باز اون تایم یه تایمی که نمیتونم بخونم و این دوره‌ای که الان دارم میگذرونم باز برام وقت میگیره، ازم وقت میگیره. یه دوره عکاسی هم باز ثبت نام کردم که اونم باز وقت میگیره. تولید محتوا برای یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه همه اینا هستش. برای اینکه بتونم برنامه‌ریزی خوبی داشته باشم این پلنر هفتگی رو گرفتم، چون من پلنرم هیچ کدوم هفتگی نبودن، یعنی یه دونه پلنر روزانه دارم که خب همه کارهای هر روزم رو توش می‌نویسم، یه دونه ماهانه دارم که هر وقت میخوام برنامه‌ریزی درسی کنم توی این می‌نویسم، مثلا که حدودن یه ماه مونده تا امتحانم، ولی هیچ وقت هدف گذاری هفتگی نمی‌کردم که اوکی این پلن من توی این ماهه یا این پلن امروزمه، ولی باید تا آخر هفته چیکار کنم و همین باعث میشه برنامه‌ریزیم زود خراب شه. دیگه خلاصه بشنم یه برنامه ریزی بکنم ببینم که این مباحثی که میاد تو امتحان رو چجوری باید بخونم تو این یک ماه. فعلا شانسم یکیشون زدم یکیشون مونده، میخواستم استوری بگیرم ولی وقت نشد، استادم زنگ زد گفت میتونی زودتر بیا، گندر میرم. اینقدر من خوابم میومد، یعنی فکر کن ساعت 10-11 شب شد و من اینقدر خوابم میومد که همونجور رو مبل خوابم برد و بیدار شدم دم دارم میرن خونه شما بایدشونم که با بچه بمونید خدا. آره خلاصه که رفتن و من امروز صبح متاسفانه دیر بیدار شدم. داداشم در یوتیوب آره خدایش دیر بیدار شدم و با توجه به اینکه امروز تخمین زدم و دیدم که حدودش 10-11 ساعت کار دارم و باید کار انجام بدم، یه مقدار برنامه فشرده میشه و فردا من برم میونستم. امیدوارم برسم منوش. خیلی زیاده. حالا نگاه کردم که هنوز اون قسمتش که من ببینم که به کار من میخوره حدودن یه 2 ساعت دیگه باز دوره است برای نگاه کنم. یکی از دوستان برام کیمچی درست کرده و خیلی خوشمزه است. دیروز همش رو خوردیم با بچه‌ها. با نودل خوردیم و خیلی باحال شد. حالا حتما خودم باز ازش میپرسم که چجوری درست کرده. درست میکنم اگه خواستین آموزشش رو براتون میذارم. دیگه منم یکم استراحت کنم. اصلا دستام درد گرفته که نوشتم. بعدش برم ادامهش رو ببینم و بعد با پیانو ترمیم کنم، زنگ دانش آموزامو بزنم، بعد تولید محتوای پیجم و این چیزا هم مونده. یه پنجره با یه قفص، یه هنجره میخوام نفس، سهل من از بودن تو، یه خاطر از
بچه ها الان سر یک شبه و بالاخره تونستم این دوره رو تموم کنم و برنامه ورزشی خودم رو بنویسم. خیلی طول کشید. البته دوره رو واقعا تا ساعت 5-6 این طور رو دیدم تمومش کردم. دیگه رفتم بقیه کارامو انجام دادم. کلی زنگ دانش آموزان برنامهشون نمونده بود. ولی وقتی میخواستم برنامه خودم رو بنویسم خیلی سخت بود. یعنی همه اون اطلاعات رو با هماهنگ کردم با خودم، حرکت ها رو در می آوردم که چی حس میکنم رو من بهتر جواب میده، با توجه به این سیستم های تمرینی و این چیزایی که گفته بود و اینا رو می نوشتم. دیگه خلاصه فعلا این برنامه نوشتم. اگر بتونم سعی میکنم از فردا برم باشگاه، ولی اگر نشه حتما یک شنبه رو میرم. یعنی برنامه هم این بود که روزای فرد برم، ولی اگر که بتونم حتما فردا هم میرم. خیلی ذوق دارم، واقعا خیلی ذوق دارم و واقعا به نظر هزینه خیلی خوبی بود که کردم. یعنی با هزینه کمتر از یک ماه مربی که خب من هر ماهی هزینه رو میکردم، این دوره رو رفتم، یاد گرفتم که چی به چیه و الان خودم برنامه خودم رو نوشتم و میتونم همیشه استفاده کنم از این دانشه. فقط تنها مشکلی که دارم پیدا کردن حرکت هاست. یعنی یک سری حرکت های ثابت هستن که خب همه میدونیم، ولی مثلا بعضی وقتا هست با مربی کسی یه تعداد حرکات جدید بهت میده. البته من میگفتم میتونم که همیشه حرکت جدید بزنیم، مثلا تو هر برنامه شاید یه دونه حرکت جدید بود یا مثلا دوتا بود. حالا به نظر میاد از خیلی منابع دیگه و خیلی سایت ها میتونم پیدا کنم. اینطوری. مرسی که با من همراه بودین. بلند.